فرستاده ی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در آستان مقدس علوی حضور یافت. هیئتی از سازمان بین المللی یونیسف به سرپرستی مسئول برنامه ی حمایت از کودکان و نوجوانان خانم برجید کندی فیستر به زیارت بارگاه مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شده و با مسئولین این آستان نیز دیدار نمود. به گزارش پایگاه تررسانی این آستان، فیستر درباره این دیدار گفت: طی دیداری که با مسئولین آستان علوی داشتیم، پیرامون راهکارهای همکاری مشترک با هدف اجرای برنامه‌های انسان دوستانه ویژه کودکان به گفتگو پرداختیم و در این راستا علاوه بر آستان با استانداری نجف و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی همکاری خواهیم کرد. به افزود، آستان علوی می تواند نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه‌های ما جهت حمایت از کودکان و نوجوانان داشته باشند و طی دیداری که با جانشین تولیت آستان داشتیم، جهت همکاری با یونیسف و چگونگی رسیدن به کودکان مورد نظر برنامه ما اعلام آمادگی کردند. نماینده سازمان یونیسف خاطر نشان کرد که شخصیت تاریخی حضرت علی علیه السلام که همواره مسئله سرپرستی از ایتام و حمایت از کودکان را در نظر داشتند برای ما الگوست و در برنامه انسان دوستانی که در عراق اجرا می کنیم سعی می نماییم این شخصیت بزرگ را الگو قرار دهیم. به گفته این فرستاده سازمان یونیسف، برنامه مورد نظر آنها برای کودکان 10 سال به طول می انجامد و انجام آن بدون حمایت نهادهای دولتی استان نجف اشرف ممکن نیست.